اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. معنای عشق وقتی که عشق رودی به روشنایی دلها در کوچه های شهر روان کرده است تا جاودانگی وسعت دارد. از چشم می چکد یک دریا، از دست می رود گلها. صبحی هنوز سر نزده تاریک می شود، اما ستاره های شبانه نام غریب او را بر بابشان تکرار می کنند. معنای عشق یک شاخه نسترن در دست های شهری است غم زده، وقتی که اسب ها بر شانه های خود خورشید را به منزل شب می برند. بیمار خسته ای آواز حسرتش را از بام درد تا پیش پای گریه می اندازد و کودکی در جستجوی شاپرکش دستان کوچکش را پرواز می دهد. اینک بغل بغل گل در لابلای لحظه بدرود. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 27 اسفند ماه 17 ماه مارچ به شما سلام میکنم. هیچگاه در همه عمرم چنین به یاد نداشتم که شب چهارشنبه سوری انقدر غم زده و غمگین باشه. به یاد نداشتم که 3 روز مانده به نوروز چهره هیچکس نوروزی نباشه. عجب سرنوشتی داشت نسل ما، نسل بعد از ما، یه دو نسل پیش از ما. اینقدر بچه ها نگران ما ها هستن. ما مسن‌ترها در معرض خطر بیشتری هستیم و بچه ها نگران، وحشت زده، پنیک کردن. پسرای من واقعا وحشت زدن و این شامل بسیاری از خانواده ها میشه که این حالت توشون هست. منحصرم نیست به ایران. حالا در ایران به خاطر بیلیاقتی حکومت، بیکفایتی حکومت، دروغگویی حکومت، قضیه تراژدی خود ابعادش وسیع تره. و در حال اینجا هم هست. آلمانی که در عرض 24,000 تا بیمار اضافه میشه، اسپانیا که اصلا تا 2 هفته پیش جزو فهرست نبود، اینطور سرعت میگیره. بنابراین یه خطری است که بشریت رو تهدید میکنه، جهان رو. نمیدونم، من هستم پلوتون، 2 ماه دیگه هستم، 3 ماه دیگه، چه اتفاقی برای ما قراره بیفته، سرنوشت چه برای ما مقرر کرده، هیچ کدومو نمیدونیم. و به خصوص یه آدمایی رو که میشناسیم، حسین شکر اسلام، صداد خسرو، دیشب یه آقایی از کانادا به من تلفن زد، گفت این آقای خسروشاهی که میگید نمیدونم کتاب نوشته اینا، مگه اول انقلاب به ما وعده مسکن نداد و بعد حقه باز زیرش زد؟ عزیزم، اون آقای خسروشاهی، اونم اتفاقا اسم سید هادی بود،
اون زمان پیرمردی بود که خیلی هم زود مرد. اون با این آقای سید هادی فرق داشت. این آقای سید هادی زمان انقلاب 40 سالش بود، اون آقا در زمان انقلاب 70 سالش بود. اون رئیس بنیاد مسکن شد، ایشون رفت سفیر شد در واتیکان و بعد رئیس دفتر حفاظت منافع در مصر شد. اصلا ربطی به اون خسروشاهی نداره. خسروشاه اسم یه منطقه در آذربایجان، خیلی خانواده‌هایی هم که اونجا آمدن مثل سناتور خسروشاهی، مثل رئیس اتاق اصناف بازرگانی ما زمان شاه، اینا از همون منطقه بودن، خسروشاهی هم بودن، احتمالاً یک فامیلی دورادوری هم با هم دارن، ولی اون پیرمرد با این آقا فرق داشت. در حال این دوست ما اصلا اجازه نداد من بگم، حرفاشو تند زد، گوشیرم گذاشتم. در هر حال چه کنم دیگه، دوستان ما بعضیا صبرشون خیلی کم. یکی از کارهایی که تو این پیشگیری و پیشبینی با کرونا باید کرد، همیشه باید مراقب باشیم دستمون به صورت و دهان نخوره، یعنی حد اکثر با یک کلینکس دهان رو خوش کنیم یا هر کاری لازمه به صورتمون هم نزنیم. دستا رو بس که از این کرمای پاک کننده، دواهای ژلای پاک کننده زدیم زخم شده. بله، تو این شرایط چیزی که من برام قابل تعامل، مثلا دیروز خیلی خوب بود این دکتر پیر مؤذن، واقعا تو برنامه تفسیر خبر بسیار خوب بود. آدم‌هایی که واردن و میدونن، مطالعه کردن، خب خیلی خوب حرف میزنن. ولی آدم‌هایی که نادان هستن، مثل علی اکبر ولایتی که مثلا دکترم هست و بعد خودش مبتلا میشه، و اون دکتر بیمار روانی روازاده، روانی واقعا روانیه، بعد حرکتی رو ما شاهد بودیم تو این یکی دو روزه که بسیار برای من تعجب برانگیز. عده بیمار و وحشی به ذریح امام رضا و معصومه و جاهای دیگه حمله میکنن که باز کنن حرم رو، باز کنن تا مردم بتونن برن لیست بزنن خودشون رو بمالن بهش. نگاه کنید اینو، علی دولت هم شعار دادن که چرا بستنش، چرا به فکر این افتادن که مانع از این بشن اونا به بیماری مبتلا بشن. این ذریها تمام آلوده ترین جا همین ذریهاست، مساجد، آبریزگاه های مساجد. فکر کنید اون آبریزگاه های عمومی مساجد چه آلوده جاییست. نماز تو بزن به کمر تو خونت بخون، هیچ اتفاقی بوده. اگه واقعا نماز میخوای برای خدا بخونی و میخوای مناجات بکنی و راز و نیاز با پروردگاره، تو خونه انجام بده. تظاهر و فریبکاری، نماز جمعه و نماز مسجد، اینا چیزایی بود که این رژیم با خودش آورد. نگاه کنیم این مجانین نادان رو، این خرافه پرستان رو چه عملی از خودشون نشون میده. بستن. ما اعتراضمون به اینه، اگر قرنطینه است اول میبایست مغازه ها رو میبستن، فروشگاه ها رو میبستن، بعد حرم امام رضا رو، مسجد شریف رو بستن، یک صحن رو باز گذاشتن، گفتیم خب عیبی نداره، هر کی حاجتی داره میره داخل اون صحن. اما اینها به دستور وزیر بستن، حتی امروز آقای روحانی اعلام کرد، خدا خیرتون، حتی امروز آقای روحانی اعلام کرد که استان دستور دادن تولیت، پس چیکار میکنه؟ کار تولیت پس چیه؟ حف کرد. الان ما اومدیم اینجا دلامون هم بگین تهران غلط کرده، وزیر غلط کرده، رئیس جمهور غلط کرده، اما هر کی اینجا این دوروبر ایستاده، از مامورین محترم انتظامی، از خدام حرم، اونایی که ما رو میشناسن و این جمع رو میشناسن، همه اینها بچه های انقلابن.
نه چپن نه راستن. ما دو دسته بیشتر نداریم، انقلابی و غیر انقلابی. همه اینها بچه های انقلاب هست، نه مال جریان خاصی هست، نه دار و دسته اون شیعه انگلیسی هستن که بابا زنگ بزن به هر چی میدونی، زنگ بزن به روردا اینا، زنگ بزن حرمو بستن الان، تو رو به حضرت زهرا زنگ بزنید بیان اینجا آتیش بکشیم. از بالا دستور دادن که حرم بسته بشه. من اینو عرضم به مسئولین حرمه، یه توصیه است، یه موعظه است. ماها باید پیش خدا معذور باشیم، میگن المأمور معذور، پیش امیرالمؤمنین و حضرت معصوم روز قیامت باید جواب بدیم، نه اینکه فلان مسئول دستور داده. ماها پیرو به بهداشت جهانی نیستیم، اونا یه عده کفار هستن، یه عده یهود هستن. ما از اونای پیروی میکنیم که حضرت فرمود مطیعن به امر مولا. انشاءالله این تجمع ادامه داره اینجا و از حرم حضرت معصومه میخواین حرم امیرالمؤمنین رو باز کنیم. هر کس ارادت داره به اهل بیت، بقیه رفقا هم بگید حرم خیلی خلوت بود با این شبهی که اتفاقه بودن، مجبور بشن بگن آقا تجمع اطراف حرم با اون فکر خودشون که دارن ما قبول نداریم. ازدحام خیلی زیاد شده، درا رو باز کنیم، داخل حرم خلوت‌تره. ایشالا این تجمع ادامه داره، ما نمیذاریم مظلومیت امیرالمؤمنین رو. آره در حرم شکسته شده. این شیعیان اگر بودن وقتی که در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها را آتیش زدن ساکت نمی‌نشستن. نه در خونه حضرت زهرا رو کسی شکست، ولی روشن در حرم امام رضا رو تو شکستی، خیلی روشن. و واقعا افسوس خوردم، یعنی بعضی وقتا دوستانم با هم میشینیم صحبت میکنیم که این بلا و فتنه خمینی، این طاعون خمینی که به جان ملت ما افتاد چه بود، بعد خودمون میشینیم با هم دیگه حساب میکنیم. اون روزی که گروه معدودی و در رأسشون زندیات دکتر شاپور بختیار میگفت که اینا چه نقش و برنامه‌ای دارن، اگر یک چهارم اون تظاهر کنندگان گوش کرده بودن سرنوشت ما امروز این نبود. اگر کرونا میومد یه دولت مسئول بود
که برخوردش حداقل برخورد دولت کویت با این وایروس بود. خدا شاهد، انسان وقتی کره جنوبی رو میبینه جز اعجاب، جز ستایش چیزی بر لبش نمیاد. چجور یک ملت بزرگ با یک حکومت مردمی دموکراتیک موفق میشن ویروس رو کنترل کنن؟ یک بلای خانمانسوز عالمگیره. اما راه و روشی داره. چین که نخستین مبتلا به این ویروس بود چطور کنترلش کرد؟ چطور در منطقه انتشارش متوقفش کرد؟ چطور 1.5 میلیارد جمعیت رو مسموم داشت؟ و حالا اینا میخوان در حرم امام رضا رو بشکنن. که چه بکنید؟ که برید توی حرم چه بگویید؟ از امام رضا چه برمی آید؟ تو خدای امام رضا رو رها کردی. بر من در وصل بسته می دارد دوست، جان را به فراق خسته می دارد دوست. من بعد منو شکستگی بر در دوست، چون دوست دل شکسته می دارد. تو خدا رو رها کردی، خالق عالم اگر اعتقاد داری او رو رها کردی، رفتی چسبیدی به امامزاده گارنیک، به امامزاده عین و قین و بزرگتراشون همینطور بباید. بسیار متاسفم، افسوس میخورم مردم ایران رو مردمی والاتر و بالاتر از این میدونم. اصلا گمان ندارم که این جمعیتی که ما دیدیم 100,000 جمعیت ایران باشه. اصلا نمیتونم باور کنم چنین چیزی امکان پذیر نیست. این مردمان ایران زمین نیستن. یک وقت ما سوگوار سیاوش بودیم، یه وقت در روز زخم خوردن سهراب اشک می‌ریختیم. دو طفلان مسلم جای اونا رو گرفتن. دعا بخون برای نرجس بانو. چرا نرجس بانو؟ فاطمه زهرا مگه نبود؟ ولی دعا رو چرا برای نرجس بانو بخونی؟ چرا با خود خدا نشینی؟ خدایا وقتی این مناجات خواجه عبدالله انصاری رو آدم میخونه، قیوم توانایی، بر همه چیز دانایی، اصل هر دوایی، شهنشاه فرمان روایی، به تو زیبد ملک خدایی. آرش صمدی مصاحبه کرده با یکی از دکترهای بیمارستان مسیح دانشوری درباره ویروس کرونا. این رو هم با هم ببینیم. به دلایلی که همه میدونیم مردم ما خیلی وقتا به آمارهای رسمی مشکوکن. بله. توی این چند هفته بیشترین سوالی که از من شد این بود که آقای صمدپور آمار واقعی چیه؟ ما دنبال چی میگردیم؟ که ببینیم چند نفر ایرانی مبتلا میشن، چند نفر قراره فوت بشن. من عرض میکنم خدمتتون از چین خیلی بیشتر خواهیم شد. از چین هم بیشتر؟ از وان قطعاً بیشتری. چرا فکر میکنید کمتری؟ علتش اینه که همینجور شما ایران داره میره بالا. کی داره میره بالا؟ مردمی که رعایت نکردن، مردمی که خونه نشستن، این همه روز بچه‌ها تو خونه نگه داشتن، همه موندن و یه سری آدم دارن بیمه‌وارات دارن تو خیابونا دارن راه میرن. اونها قطعاً برای منی که دارم اینجا کار میکنن، همکارای ما که پر درد سرترین روزهامون رو داریم در زندگی میگذرونیم، دارن مشکل ایجاد میکنن تا اون بیچاره‌ای که تو خونه موندن تو قرنطینه شخصی قرار گرفت. ما داریم تک تک کم میشیم. هیچ جایگزینی برای ما وجود نداره. اگه خودتونو دوست دارید، ما رو دوست دارین، تو خونه بمونید. من فکر می‌کنم چند تا عکس بیمارستانا رو من دیدم. تخت گذاشتن، نمی‌دونم توی استادیوم تخت گذاشتن، وحشتناک به اونجا برسیم. یعنی کی در واقع قراره این مسئولیت درمان رو به عهده بگیره؟ اون بیمارا. کی درگیر کرونا این به نظر شما؟ آخر خرداد حداقل. آخر خرداد حداقل. مطمئن هستم مردم خودشون برای سفر آماده کردن. اصلا توی شکی ندارم، چون همه دارن میگن ما داریم میریم شمال، ما داریم فلان میکنیم. یعنی چی؟ واقعا کجای داستانی؟
اگر بخواد این اتفاقا بیفته بله تا آخر خرداد میشه. شما به عنوان یه پزشک علمشو دارید با قرنطینه شهرها موافق هستید یا نه؟ قطعاً و باید میبود، باید باشه، چرا نباشه؟ آخه چرا نباشه؟ کی گفته نباشه؟ علتش چیه نباشه؟ دوستان مسئولی میگن نباشه. من نمیدونم واقعا، این که در واقع تصمیم گیری میکنن، فرض بفرمایید که خیلی از پزشکایی که تو تصمیم گرفتن همیشه با مامون هم صحبت کردن، گفتن خب قرنطینه خوبه. این یک پزشک درس خونده، ویروس رو میشناسه، بیماری رو میشناسه، از جانش هم گذشته، ایستاده برای کمک به شما و اینجا پزشکا پرستاره برای کمک به ما. الان یه نکته جالب براتون، مثلا الان که سرزدن به مطب پزشکان یه مقدار under restriction، به قول معروف قوانین شداد و غلاظ داره، جلوش سد گذاشتن، پزشک به شما زنگ میزن. شما زنگ زدید و از کلینیکتون، از دکترتون وقت خواست، بهتون میگن که دکتر ساعت دو بعد از ظهر به شما زنگ میزنه. خب چیه؟ آیا هیچ تغییری در وضع خود میری؟ تب داری؟ نمیدونم. نه ندارم ولی خستم فلان. خیلی خوب، من برای یک دوای توصیه میکنم، برو از بیمارستانی که از داروخانه که میگیری برو بگیر و بعد از دو سه روز دیگه تلفن بزن ببین وضع چیه. با تلفن آرامش میده با آدم، با همون تلفنش. حالا این آقای دکتر اومده برای شما شرح میده و بعد یکی از این عمامه به سرای بیمار، اونم میاد براتون میگه که این کرونا آمدنش به خاطر بی‌عفتی است. یعنی حالا این جالبه، یعنی در چین مردم بی‌عفتی کردن مثلا کرونا اومده، یا در قوم؟ گوش بدیم به حرفاش. بخشی از این بلاها به خاطر گناه، معلول گناهه، گناه کردیم نتیجه شده این گناه، این بلاها. گناه ها رو باید کم کنیم. یکی از اون گناهانی که واسه این بلاها میشه از کنم که گناه های بی‌عفتی و گناه های اجتماعی که حالا جنبه اجتماعی داره. اما چیکار کنیم؟ یکی از راه هایی که باعث دفع میشه همون خواندن زیارت عاشوراست، که وقتی در سامرا ظاهرا وبا اومد، وبا وقتی می اومد همه رو میگرفت، همه رو نابود میشن. یکی از علمای بزرگ کنجا ظاهرا مرحوم شیرازی بود، دستور داد که همه مردم شیعیان همه زیارت عاشورا بخونن و این باعث شده بود که وبا تون شهر بود، اهل سنت رو میمیرون، شیعیان رو نمیمیرون و اینا تعجب میکردن. بعد وقتی شنیدن اونم رفتن شروع کردن. خب یکی هم میشه این بیمار، این بیمار روانی با چارم چلوار روی کلش، هم از سامرا و شیرازی، حالا مثل که شیرازی قدیس بوده، نه حداقل ماجرای تنباکو نشون میده که ایشون چجوری حرکتش میدادن. قدیس هم نبوده، آقای میرزا که خیلی هم عمامه مقدسی داره. متاسفانه این زیارت عاشورا خواندن و تقدیم به نرجس بانو کردن یکی از دلایلی است که همینجوری داره ویروس در ایران کشدار میکنه. دوست پزشک من که در مازندران و با من صحبت میکرد گفت علیرضا من قطعا بهت میگم تعداد کشتگان فقط در شمال ایران شاید 1500-600 نفر باشه و در تهران هم کولاک میکنه، در جاهای دیگه هم میشه، کرج، در شهرهای مختلف، مشهد که خط قرمز شده، مشهد شهر خط قرمز. و متاسفانه از روز اولی که مسئولان ما با این مصیبت جهانگیر روبرو شدن، چون صادق نبودن، چون دروغ میگفتن، ما این گرفتاری رو پیدا کردیم. من فقط برای اینکه یادآوری باهاتون بکنم، صحبتایی که بعضی از مسئولان ما همون موقع که این ویروس به سرعت داشت منتشر میشد
اونتا قبل از راهپیمایی 20 بهمنشون بود و قبل از انتخاباتشون. دقت کنید به این حرفا و ببینید چقدر این رژیم مسئولیت داره در انتشار ویروس کرونا. الحمدلله با نظارت بی وقفه توانستیم کیس هایی رو که مشکوک بودن از چین وارد شده بودن همه رو تحت نظر قرار بدیم، بستری کنیم در چند استان. خوشبختانه پریشب آخرین مورد اینها هم که تحت نظر و بستری داشتیم بعد از آزمایشات مکرر منفی شد و مرخص شد. در سطح استان ما هیچ مورد مثبتی نداشتیم، در سطح کشور هم نداشتیم. همجور که در فضای مجازی یا رسانه ها بود 6 مورد به عنوان مشکوک قلمداد شده بودن که اونا هم منفی بود. در حال حاضر ما هیچ موردی نداریم، مرزا کاملا دارن کنترل میشن، تحت کنترل هست. این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. نه، همه باید مشغول کار خودمون باشیم، همه باید فعالیت کنیم، همه هم باید مراقب باشیم، همه هم اگر موردی رو دیدیم، شکی کردیم، فرد مشکوکی بود، همه هم باید مراقب باشیم. ببینید با چه اطمینان خاطری، با چه توان دروغگویی با مردم صحبت میکنن. ویروس داره منتشر میشه به سرعت. ولی فقیه روز هفتم بهمن به شماری از علما میگه شما هم با این سن و سال گول آمریکا رو خوردی و الان باید یکی بره گریبانش رو بگیره. سیدنا آمریکا رو نگاه کن، خودش با چه توانی و با چه فعالیت و تلاشی میکوشد که واکسن رو پیدا کنه. دیروز حرفای آقای ترامپ رو گوش میکردم، بعد آقای ونس معاونش، بعد وزیر بهداری، دقیقا متوجه میشدم که حالا پنهانکاری ممکنه اونجا هم باشه، ولی به هر حال یه دولت مسئول خود و مسئول جان شهروندانش میدونه و به سرعت داره تلاش میکنه که یه راهی پیدا کنه جلوی انتشار سریع تر این بیماری رو بگیره. ولی در جمهوری ولایت فقیه شرکت آگهی میده، بعد بهت میگه 5 میلیون بده من یه دعا بدم خوب بشه، یا زالو رو خوش کردم، آردش کردم، با زردچوبه، با صابون قاطی کردم، میدم بخوری، میدم تو دماغت بکشی، اگر موقع کشیدن بالا جست و گرود مردی. ببینید با چه شارلاتانایی روبرو هست. دلم میگیره اون ایران پاک نازنینی که داشتیم چه شب عیدای قشنگی بود. تمام شهر رو الان حاجی فیروز ها تسخیر کرده بود، ضربش رو میزد، آوازش رو میخوان. سال اول انقلاب بود، نوروز 58، و چه حال و هوایی داشتیم. نوروز 59 دیگه روزنامه همونو بسته بودن، هیچی نداشتیم. ما اومدیم نوار در آوردیم. سه گروه در واقع بودیم که این کارو میکردیم. علیرضا میبودی عزیزم بود که نوارم با هم در آوردیم و پرویز اصفهانی عزیز، یاد رفیقمون بخیر، دلمون تنگ شد پرویز برات چه زود رفتی. پرویز بود و شمار دیگری از بچه‌ها. یه گروه ما بودیم، اطمینانی عزیزم دفتر و تشکیلاتش رو در اختیار ما گذاشته بود و یه مسعود بهنودم که صفحه 2 رو داشت و اونم بود و همه ماها رو خلاصه آواره کردن. روزنامه رو بسته بودن، مجله رو بسته بودن، ریخته بودیم به نوار و تو خیابون نوارا رو مثل برگ زر 30 تومن می‌بردن. مال من بهار سرخ بود که سر همونم ما رو گرفتن و تفلک کوروش یغمایی عزیزم نزدیک بود بابت محبتی که به ما کرده که فقط دفترش رو انبار کرده بودیم نوار رو بذاریم هزینه بده. ولی خوشبختانه
آشکار شد که ایشون هیچ نقشی نداشت. امروز تولد بانوی آواز ایرانه، همیرا جان نازنین. صدایی که وقتی اومد همه شوکه شدن، صدایی که پرویز جان یا حقی رو به جایی رسوند که عشق و پنجه و موسیقی و سیم و ساز به هم آمیخت. و همیرا همیشه عاشقانه پرویز رو دوست داشت و داره. تولد مبارک خانم همیرای عزیزم، ترانه رو ازت پخش میکنم که آخرین نوروز انسانی و آدمی رو که داشتیم، آخرین نوروزی که هیچ وقت از یادمون نمیره، نوروز 57، این آهنگ رو از تلویزیون خوندی و چقدر گل کرد این آهنگ نازنین. و من گاهی اوقات فکر میکنم که این آهنگ همیرا آهنگ جاودانه زیاد داره، ولی این ناصر چشمازر، این یه آهنگ یه چیز دیگه. ناصر جان روحت شاد، همیرا جان تولد مبارک. با درود دوباره. 40 سال گذشت، یه نفر اومدی همچی ترانه بخونه، همچی کاری بسازه. هما جان میرفشاری باشه که شعرشو بگه. چند روز پیش با هما صحبت میکردم، تفلکی از تلخی و از تنهایی میگفت. همسرش که دست رفت و جهان دیگری، گفت جهان دیگری است تلخی تنهایی. و هما چه ترانه های گفت، چه شعرهای گفت. من این انسان های رو، یعنی گاهی اوقات فکر میکنم یه انسان های روی پرنسیپ ها، روی بستگی های عاطفی و انسانی تا پایان عمر، ممکنه من با عقیدش مخالف باشم، ولی تا پایان عمر به یه مبانی و اصولی پایبنده. این دکتر رئیسانه یکی از اینا بود. یه فیلمشو میدم کنار دکتر ملکی نشسته، ملکی هم مثل اونه. اینا آدمایی هستند که تکرار نمیشن، تکرار نمیشن. ناصر زرفشان تکرار نمیشه. من باهاش تو دانشکده بودم، دیدم این انسان محال دروغ بگه، این انسان محال خیانت بکنه، در یک مقام وکیل محال به موکلش دروغ بگه. اون وقت وکلایی دیدیم خیانت به موکل کردن، رفتن با اون طرف ساختن. علی خاوری هرگز دروغ نمیگه، راج کج نمیشه. علی خاوری خسته، خورد خاک شیر، اون همه سال تو زندان، یه گوشه شاید تو سوئد باشه یه جایی نمیدونم، ولی از اصولش بر نمیگرده. بابک امیر خسروی، مهدی خان بابا تهرانی بر نمی، اینا اصولیست بهش اعتقاد دارن، پای بندن. این محسن خاتمی ما پای بندن به یک اصولی و از این اصول بر نمیگرد. این انسان ها رو باید حرمت بگذاریم براشون، برای که انسان ها تکرار نمیشن، برای که 40 سال جمهوری اسلامی اومد ریشه همه رو زد. 57 سال اون پدر و پسر با همه حالا ایرادایی میگیریم، انتقادایی میکنیم، ولی ترکیب آدمهای درست حسابی جامعه به هم نخورد، نه به فرمان فرما دست زد، نه به فروغی، نه به شاپور بختیار، نه به غلام حسین خان صدیقی، نه به علایار صالح. علایار صالح آدم پرنسیپ بود، پادشاه صاحب فرزند میشه، تو سالهای دلگیری و جدایی و دوری تبریک میگه و به دوستانش توجیه میکنه، میگه آقا کشور اون صاحب ولیعهد شد، خوشحال باید باشه. دکتر امینی میره میگه آقا خود شما بیا سرپرستی ولیعهد رو بختی بگی. صالح حرفی نداشته، ولی یه دون دوروری ها میگن قربان شما میخوای بری للی حال ولیعهد بشی، مانعش میشن.
رژیم جمهوری اسلامی اولین کاری که کرد ریشه همه این انسان ها رو زد. شما نگاه کنید یکی از میلیون رو باقی نگذاشت، فروه رو اونجور شکاف سینه‌شون، پروانه همسرشون، با دونه دونه میلیون چه کرد، چه رفتاری داشت. علی خان اردلان رو در اون سن و سال به زندان انداخت، آسیب رسوند. خسرو خان سیف عزیز رو، مهندس کردستانی، چرا الان باید با موهای سپید در پاریس باشه؟ الان باید در ایران اسوه باشه، باید کنار رفقای دوستانش نشسته باشه، کوروش زعیم باید نشسته باشن، عیسی خان حاتمی، باوند، اینا باید با هم نشسته باشن، برای جوونا سرمشق باشن. سال 32 به بعد تا سال 57 تیره ای از این بزرگان بودن، جلسه داشتن، زور میشستن، جمعه میشستن، کاروان سرا سنگی میرفتن، خونه دکتر بختیار میرفتن، خونه ساله صدیقی، آیت الله زنجانی. ما هم جوانتر هم یاد میگرفتن در کنار اینا. من با پدرم میرفتم میشستم گوش میدم یاد میگرفتم وطن پرستی، آزاداندیشی. و این رژیم سیاه، این طاعون، طاعون ولایت فقیه ور انداخت همه اینا رو. سجاد سالاروند تو آبان دستگیرش کردن، حکم بهش دادن یک سال زندان، هفت ماه شستشوی میت. یک جوان با اون روحیات خاص خودش، حالا یه سال زندان، ولی چرا شش ماه شستشوی میت؟ ببینید اینا چه نوع مجازات هایی رو میارن برای بچه های ما. در تمام دوران اون پدر و پسر یک بار چنین نوع مجازات هایی رو ما شاهدش بودیم؟ واقعا اصلا تکون خوردم وقتی دیدم در حق یه جوون چنین مجازاتی رو قائل شدم. در عراق بعد از بحث و جدل و داد و فریاد و بعد از اینکه جلوی آقای محمد علاوی رو گرفتن، نذاشتن دولت تشکیل بده، آقای عدنان ظرفی اومد. حالا ایشون از رهبران درجه 3 و 4 حزب الدعوه بود، بعد جدا شد یه حرکت درست که حرکت الوفا، دو تا هم نماینده بیشتر تو پارلمان نداره. اینا اومدن حساب کردن چون این جزو شخصیت های درجه اول نیست، برای که نخست وزیر بشه آماده است همه نوع امتیازی بده. اینه که نشستن باهاش صحبت کردن که آقا این وزارتخونه مال ماست، این وزارتخونه رو باید معاونت شو بدی، این وزارت اگه به ما نمیدی سه تا مدیر کلا باید از ما باشه. خلاصه یک فهرستی ازش گرفتن، احتمال داره او رو به نخست وزیری انتخاب بکنن. و آقای دکتر ساله، برهم ساله، رئیس جمهوری عراق از ایشون درخواست کنه کابینه رو تشکیل بده. محمد علاوی، محمد توفیق علاوی کابینه رو تشکیل داد، ولی طفلک نتونست به خاطر بازی که شمخانی در آورد وقتی رفت اونجا. و به هر حال چه بگویم، حضورتون عرض کنم که یه خبری هم دیدم خیلی برام توجه برانگیز بود. پادشاه اسپانیا فیلیپ ششم خود رو از ارثیه پدرش محروم کرد، چون شبهه‌ای وجود داره که پدرش خوان کارلوس از راه‌های غیر قانونی صاحب ثروتی شده باشه و در اون تراستی که درست کرده، چون گفتن که در این تراست در صورت درگذشت پادشاه، پادشاه سابق
ارثش به پسرش فیلیپ میرسه، او اومده خود رو محروم کرده که گفته در این آلودگی دست نداشته باشه. از این بالاتر پدرش رو از حقوق سالی 200,000 یورو محروم کرده و اگرچه مطابق قانون اساسی و این حقوق باید به پادشاه سابق داده بشه، ولی میگوید پدرش بنزه کافی پول داره و لزومی نداره به او این پول داده بشه. اون وقت رستم قاسمی که خیلی مقام بهش بدن، آفتابه دارم نمیذاره، اون دستای آلوده رو که نمیذاره آفتابه آب بکنه، اونم از آفتابه استفاده نمیکنه، اگه خیلی هم بخوان دوش میگیرن. ولی به هر حال چی بگم، مأمور مغنی باغچه‌ش رو با چاه باغچه‌ش رو هم میکننش، اون آدم 2,000,000,000 میدوزه، آقای خامنه‌ای هم مقام بهش میده، تجارت سوریه و عراق هم مال تو. بعد از کف خانه تا به لب بام از آن تو، همش مال تو، از بام به خانه تا به سریا مال ملت بیچاره، هوا بخورن هوا بخورن. و پادشاه اسپانیا به همین دلیل محبوبه، به همین دلیل آدم وقتی میبیندش وارد شهرهایی میشه، حتی در شمال که میخوان جدا بشن از اسپانیا، پادشاه محبوبیت داره. اینا به نظر من خیلی قابل تأمله و ای کاش مقامات جمهوری ولایت فقیه به این نکات توجه میکردن. یا آقا زمانه را ورق و دفتری و دیوانیست، قلم و دفتری و دیوان. گوش نمیدن، کارش نمیشه کرد. حضورتون عرض بکنم نکات دیگری که باید بهش اشاره بکنم. لبنان بسیار اوضاع خطرناکی داره. یکی میگم خطرناک، چون عامل این وضع جمهوری اسلامی و حزب الشیطانه. آقای لاریجانی رفت به ماه پیش رفت به لبنان، مذاکرات اونجا کرد. میشل اون بهش گفته بود شما که میگید با امریکایی یا ما همدلی و همکاری نکنیم، حداقل شما باید کاری بکنید که ما کمبودمون رو شما برامون جبران کنید. آمریکا و عرب‌های خلیج فارس میلیاردها دلار پول توی بانک‌های ما می‌گذاشتن. هزاران جهانگرد از این کشورها میمد هتل‌های ما رو پر می‌کرد، آپارتمان‌های ما رو اجاره می‌کرد. الان نمیان به خاطر شما. در مقابل شما باید مسافر بیارید. شما باید هتل‌های ما رو پر کنید. شما باید به ما پول بدید. البته چشم، آقای لاریجانی فرمودن جاش اتوبوس، اتوبوس آخرش دیشب بود، بیماران مبتلا به ویروس کرونا رو برای لبنان میفرستن و لبنان رو دارن آلوده میکنن به صورت وحشتناک. جز نفرین، جز لعنت، چیزی نصیب جمهوری ولایت فقیه نخواهد بود. از اون طرف تو سوریه جالبه، رژیم با ترکا میخواد بسازه. خب سازش با ترکا یعنی دست ترکا تو ادلب باز باشه. این از نظر دولت آقای بشار اسد قابل قبول نیست و به شدت بشار اسد با این مسئله مخالفت میکنه. اینه که در اونجا یک استکاکی وجود داره. حالا در یمن که بریم، حوثی ها، حداقل بخشی از حوثی ها، مذاکراتی رو با سعودی ها پنهانی شروع کرد. این امید میرفت که از طریق این مذاکرات نشست کویت دوباره احیا بشه یا نشست استکهلم و بتونن حوثی ها با دولت قانونی گفتگو کنن و عبدالرب هادی منصور بشنن به مذاکره بپردازن، به یک دولت ائتلافی برسن. تا اینجاش اوکی. یه رقابت بین امارات و سعودی ها در جنوب یمن جریان داره.
اماراتی ها از جنوبی ها حمایت میکنن، طرفدارای حزب خلق و طرفدارای اون گروهی که به هر حال شبی که آقای خامنه‌ای داشت میرفت اونجا اینا مشغول کشت و کشتار هم دیگه بودن، علی انتر و عبدالفتاح اسماعیل و غیره و غیره. خب اونا جدا شد بودن، بعد پیوستن به یمن، بعد دوباره یه جنگ کردن جدا بشن. حالا حراک الجنوبی اماراتی رو از اونا حمایت میکنه، این امید رو دارن که بتونن بخشی از یمن رو بگیرن جز خاک خودشون بکنن، راه پیدا بکنن به دریای سرخ، یه باریکه رو، این امیدشونه. آمادم هستن پول بدن خرج کنن. طبیعتا سعودی ها نمیذارن، مخالفن، ولی خب امارات هم متحدشونه در این نبرد با حوثی ها در برابر جمهوری اسلامی. همه اینا رو کنار هم بذاریم بچینیم، میرسیم به اینجا که این حمله اخیر حوثی ها به استان جوف در شمال و هم مرز با عربستان سعودی یه طرحی بود که جمهوری اسلامی تدارکش رو دید، اون جنرال سردار شهلایی سپاه تدارکش رو دید برای اینکه جلوی هر گونه توافق و مصالحه‌ای رو بین حوثی ها و عربستان سعودی بگیره و تا حدی هم موفق شد. به هر حال وضع یمن هم بسیار وضع آشفته است. اما یه نکته از فلسطین براتون بگم. با همه فشارها و تلخی‌ها، شهرنشینان عرب اسرائیل، اونا که سال 48 نمیدن بیرون، مون در اسرائیل شده من، اینا این دوره 15 تا نماینده دارن تو مجلس و قرص و محکم ایستاده که نتانیاهو نخست وزیر نشه. حزب دیگر دست راستی هم با نتانیاهو راه نیومد. به نظر میرسد آقای نتانیاهو صندلی رو باخت و این باختن مقدمه محاکمش به خاطر فساد و به خاطر پرونده های مفتوحه ازش در دادگستری اسرائیل. آقای ابراهیم خان رئیسی برو یاد بگیر دادگستری به قول تو دولت صهیونیستی، ببین چه دادگستریه که اولمرت رو به زندان انداخت، رئیس جمهور رو کشید بیرون به زندان انداخت به خاطر فساد اخلاقی و حالا گریبان نتانیاهو رو گرفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.